تو این ویدیو قرار قسمت چهارم سریال مرداب رو بررسی کنم یه قسمت هیجان انگیز و به نظرم بهترین اپیزود این سریال بوده تا الان قبل از اینکه بریم این سراغ ویدیو اگه اولین بارته که به این کانال سر زدی بعد تا اگه چندمین بارته که سر چون یوتیوب داره بچو سابسکرایبر رو حذف میکنه به چک بکن که سابسکرایبت نپریده باشه و اگه سابسکرایب نکردی اضافه شو به جمع نمیدونم چند نفریم خلاصه اضافه شو که زودتر برسیم به 4000 نفر بریم بیایم مرداب اختصاصی در فیلم سلام محمد علی هم شیرزاد خوش اومدید به چنل خودتون شیرزاد فیلم قسمت های قبلی این سریال رو بررسی کردم مخصوصا قسمت قبلی یعنی سوم و دوم رو اگه ندید ویدیو بررسیشو رو برید ببینید چون این ویدیو در ادامه اون ویدیوه این میاد این بالا اون پایین هم هست اگه ندیدید پیشنهاد میکنم که اول اون رو ببینید آقا من تا حالا خونه خلافکار پر از آرامش ندیده بودم واقعا از نزدیک تا حالا هم از نزدیک ندیدم سریال رو دارم میگم خونه اینا خیلی خفن نیست بابا کلبه و نمیدونم آب و اصلا اون فضای قشنگ نصف ملت آرزوشون همچین کلبه ای داشته باشن برن اشغال بکنم. بعد این ناشکرا هنوز راضی نیستن و دنبال خلافن بعد ببین یه چیزی که خوشم اومده ازش تو این سریال دیگه احتمالا خیلی دیدید گیر میدم به انتخاب موزیک برای اینکه پلی بشه ها موسیقی متن مثل یا مثلا اون یه موزیکی پلیه خیلی خوب داره اینجا اتفاق میفته اون فضا شمال کل و اینا یه موسیقی محلی واقعا جا داشت و خیلی ترکیبش باحال شده بود نه مثل زخم کاری که پدر و دختر نشست طلوع دخترش اونجا نشسته بعد سر میز شام مرا ببوس چرا پلی من اینو هیچ وقت نفهمیدم حالا در ادامه هم موزیک های کمتر شنیده شده پلی میشه و من دوست دارم این حرکت رو خاص بودن رو کلا دوست دارم در مورد کوهیار کارکتری که مشتاق پیرزاده داره بازی میکنه خب من قبلا هم گفتم تو ویدیو قبلی که هر کدوم از کاراکترهای این سریال یه سری ویژگی های خاص دارن یه امضای خاصی دارن یه نمیدونم تیک عصبی دارن هم این قضیه رو داره و همون پوشش رو میخواد پشت پوشش رو میخارونه و نمیدونم میاد این داستانا و معمولا این حرکت ها از یه استرسی میاد از یه استراب درونی میاد و اگه دقتم کرده باشید این آدم وقتی این کارو میکنه که یا تو شرایط استرس زاییه مثلا همون جایی که قسمت اولاً وقتی اولین بار این کارو کرد اون شرایطی بود که قرار بود شکیب بیاد وارد داستان بشه و ببینه که اون پسر چیکار کرده که گاوه به این وضع افتاده و این آدم میدونست که شکیب ممکنه چه بلایی سر این پسر بیاره و همین از همونجا شروع کرد که به خارون پشت گوشش و میگم یا تو شرایط استرس این کار انجام میده یا اینکه صحبتایی که داره میشه مثلا که یه جمعی یا داره با یکی صحبت میکنه و اون حرفایی که داره میزنه اون آدم و اون کلا اون بحث اگه یه خورده بحث غیر عادی باشه یه خورده بره سمت دوباره همون استراب و استرس این اتفاق براش میفته حالا هر کاری کردیم توش یه چیزی برام خیلی عجیب بود یه جمله گفت به شکیم این آدم گفت ما هر کاری که تا الان کردیم خون ریختن توش نبوده یعنی چی؟ خب جلو چشم ما سو دست راست این آدم این که اصلا اینقدر خطرناکه چجی شده خون ریختن توش نبوده مثلا همون اول دیدیم که چه بلای سر اون پسر آورد حالا درست خونش رو نریختم اونجا ولی خب معلوم بود که تهش مرگ دیگه قرار نیست که خونه بریزه حتما بمیره یارو میگم مثلا این, این جمله برام عجیب بود ولی جوابی که شکیب داد به نظرم نکته داشت توش گفت ما هر کاری که الان کردیم توش خون بوده فقط دستمون خونی نشده بعد پشپندش گفت که دستت خونی شد که باز اینو نمیدونم اگه زیرکانه اومده باشن به این قضیه نگاه کرده باشن میتونه این معنی رو بده که در ادامه در آینده ممکنه همه چیز بیفته گردن همین کوهیار اسمش امیدوارم درست بگم گفتم به شک واقعا آقا مشتاق پیرزاده من تو اسم میدونی که خیلی بده آره میگم اگه اینطوری بهش نگاه کرده باشن ممکنه که همه چیز بیفته گردن این اصلا این آدم یه خیانتی بکنه به شکی ممکنه و در ادامه دست این آدم به خون آلوده بشه اگه ساده نگذشته باشن از این دیالوگ حالا زیاد از کشتی سردن نمیارم حالا نمیشم گفت قطعا گوشه این آدم که کشتی اینجوری شده و شکسته ولی خب میشه این احتمال رو گذاشت فعلا که در مورد گذشته این شخصیت که شاید قبلا کشتی کار میکرد حالا فعلا داشته باشیمش شاید بعدم به دردمون خورد تو ولی در کل بازی مشتبا پیرزادم خیلی پایین تر از سطح انتظارم واقعا یعنی اصلا اونی که فکر میکردم باید باشه نیست و شکی به اون سیستم شکی اینا همون اول گفتم فاز فاز گادفادریه و تو اون اصلا سریال ها و فیلم های مافیایی و گادفادر و اینا یه اصل مهم وجود داره و اون اصل چیه خانواده خانواده تو این قضیه خیلی مهمه اونایی که این سیستم رو دارن این سیستم رو اراده میکنن اراده میکنن این سیستم رو اداره میکنن خانواده براشون خیلی مهمه و ما اینجا هم شنیدیم که شکیب گفت خانواده از همه چیز مهمتره همچین دیالوگی گفت و این قضیه میتونه برای من احتمال چیزی که تو ویدیو قبلی گفتم رو بالا ببره این که شکیب و سبا یه نسبت خانوادگی داشته باشن که شکیب الان انقدر داره توجه میکنه به سبا و براش مهمه سبا و یه دقت کنین اصلا یه جور دیگه نگاه میکنه به سبا با بقیه دعوا داره بعد زن مرد فرقی نداره با بقیه اصلا یه طور از بالا به پایین داره نگاه میکنه ولی سبا رو یه جور دیگه داشت نگاه میکرد نمیدونم مهربون تر بود باهاش در ادامه هم یه سکانس نسبتا طولانی بود که شکیب از اون بالا داشت سبا رو نگاه میکرد و سبا هم متوجه حضور شکیب اون بالا شد این خیلی طول کشید و خیلی یه فضای سنگینی رو داشتن به ما نشون میدادن با موسیقی خیلی سنگین و میگم اون ریتم پایین و اون فضای سنگین و اون سکانس میتونه این معنی رو بده که رابطه این دو نفر ارتباط این دو نفر میتونه خیلی عمیقتر از چیزی باشه که ما فکرشو میکنیم حالا اینکه نسبتشون دقیقا چیه باید یه مقدار صرف کنیم دیگه تو این قسمت دیگه کاملا این قضیه مشخص شد گفته بودم که شکیب سریال مرداب خیلی شباهت داره به شکیبه سریال آوای باران دقیقا به نظرم همونه فقط یه خورده لولش بالاتر اومده یه خورده که نه حالا بیشتر لول کاریش بالاتر اومده وضعیت مالیش وگرنه اون سیستم اصلا همون سیستمه اینکه تو یه سری بچه رو حالا به سرپرستی یه جورایی قبول کنی بزرگشون بکنی از اینشون بدی و ازشون انتظار داشته باشی که براز کار کنن و یه جورایی صاحب اون آدما بشی وقتی که بزرگ شدن و خب سیستمشون اصلا اینجوری که زمانت می‌گیرن از آدماشون دیگه خود همین کسایی که به شکیب نزدیکم به نظر من اولین کسی هستن که این زمانت ها رو دادن و الان باید اصلا پیشش باشن آقا پسر میگه تو از این کارا نمیکنی که مثلا تمیز کنی اینا رو بعد میگه که نه بابا من تو زندگی از این کارا زیاد انجام دادم سوال که کی انجام نصف بیشتر عمر تو که زندون بودی قبل اونم که یه بچه کوچیک بودی کی از این کار انجام بدی اونم زیاد یا گم شو بابا آقا ایشون خیلی خوب بازی نمیکنه واقعا بازیش خوبه دمش گرم چی آقا بذار رو کراس بگم حسی که من از شکیب میگیرم حسی نیست که باید از زیادم گنده و خلافکار و خیلی خطرناکه بگیرم اون حس نیست واقعا استی که من از شکیب میگیرم اینه که این آدم عقده خیلی خطرناک و گنده دیده شدن رو داره در حقیقت اون آدم نیست این حسی که من میگیرم حالا شما هم برام بنویسید که اینطوری براتون یا نه و اینکه نمیدونم حالا قصد نویسنده و سازنده آی این اولی بوده که به نظر من خب در نیامده خیلی مثلا قصدشون دومی و در ادامه قرار متوجه بشیم یه ترانزیشن خیلی جالب داشتیم سبا اومد بایستاد و یه صدای بوغ ماشین سنگین اومد برگشتیم بر و خب یه فضایی بود که انگار مثلا یکی داره اونجا میاد دیگه یه ماشین داره وارد اون فضا میشه ولی وارد سکانس بعدی شدیم که لوکیشن دیگه و اون ماشین سنگینه وارد اون انبار شد جالب بود برام این ترانزیشن قضیه خیلی هم که واضح مشخص شد دیگه خیریه بزنیم بعد پشت شکارای دیگه بکنیم به شوره ببره ببین تو این قسمت از یه جایی به بعد خیلی همه چیزی هم منسجم شد خیلی به من چسبید خیلی هیجان ها انگیز شد و هیجان انگیز موند از کجا از اون جایی که گوشی شهرام حقیقت دوستنگ خورد پاشو رفت و خیلی جالب خواهرش اومد وارد اون پلان شد بیدار شد و رفت سراغ گوشیش حقیقت با جزئیات ما که داره لایو لوکیشن میفرسته برای خودش ادامه داد ادامه داد خیلی جالب خیلی باحال بود و اینکه یه چیزی فقط خیلی عجیب شد اینکه لوکیشن ها خیلی داره تکراری میشه اون خونه الهام اخوان تو قسمت دوم اگه اشتباه نکنم خب خونه ستاری پسیانی بود توی سریال حیثت گم شده نمیدونم ماشین کوهیار ماشین این آدم اگه اشتباه نکنم ماشین سمیرا بود زخم کاری با همون پلاک دقیقا الان هم که اینجا این لوکیشن لوکیشنی که شهرام حقیقت دوست به ماشینش رفت و اونجا معامله داشت انجام میشد همون لوکیشنی بود که توی سریال خاتون خاتون رفت اونجا که پنهون بشه و پیش اون پیر زنه بود بعد یه چیزی حامد کومیلی مرد واقعاً یعنی اومد رفت همینقدر بود نه خیلی بد بود اگه این بود فقط فکر نکنم اینطور باشه حالا نمیدونم مالک اونقدر چاو خورد زنده مون چاو اینم زنده بمونه یه احتمال هم میشه گذاشت که آقا این آدم پلیسه ها یعنی ممکنه که زده گلوله پوشیده باشه از زیر لباساش احتمالش وجود داره کل اون سکانس هم خیلی خوب اجرا شده بود پلان‌های خیلی خوشگل دیدیم واقعا اون ریتم هیجان انگیز رو داشت موسیقی به اندازه بود و خیلی هم خوب بود اون سکانس بعد یو شروع کردن به درگیری و شلیک و اینا و از همه مهمتر شهرام حقیقت دوست دمت گرم یعنی اون ترسی که شهرام حقیقت دوست اونجا نشون داد خیلی بهم چسبید خیلی وقت بودم توی چیزی ندیده بودم ایرانی اینکه این کارکتر میمیره یا نه که نه دیگه واقعا چون هنوز کارشون باش تمام نشده نمیکشنش به این راحتی و فکر نکنم اصلا بکشنش می احتمالا میشه داد که اگه حامد کمیلی نمورده باشه یه حرکتی بزنه دیگه اگه اون جلیقه رو پوشیده باشه ببخشید که دوباره یادآوری میکنم ولی چند روزه که اصلا وضع یوتیوب خوب نیست و لایک و کامنت و ویو و سابسکرایب همشو داره میپرونه اگه براتون ممکن بود یه کامنت انگلیسی زیر این ویدیو برام بنویسید و ویدیو رو لایک کنید خب آقا دمتون گرم یعنی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید دو ویدیو براتون پیشنهاد داده میشه هر کدومی که دوست داشتید ببینید منتظر ویدیوهای بعدی باشید فعلا